درود هم میهنان عزیز امروز روی صحبتم با مبارزین و هموطنان گیج هستش شما همچنان اسیر احساسات و پروپاگاندای رسانهای اینترنشنال و امثال اینترنشنال هستیم اینترنشنال طی یک روز چهار تا توییت در مورد مصدق اصر حاضر آقای وحید بهشتی منتشر کرده. جامعه جهانی در مورد جنایات سپاه پاسداران میخواد که کور کر باشه اگر این چنین نبود در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی که به دست سپاه پاسداران انجام شد تا الان یه واکنشی نشون میداد هم سروران، عزیزان، پونزده هزار نفر در خیابونهای لندن و هزاران نفر در اقصانقات دنیا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی به خیابانها آمدند و اعتراض کردند ولی بینتیجه موند. چهره سازی از آقای آخوندی اسماعیلیون و امثال اینها به بنبست خورد الان پروژه جدید چهره سازی از شخصی به نام وحید بهشتی در دست هست آیا شما تا از خودتون سوال پرسیدین چرا این آقایی که بیشتر از پنجاه روزه در اعتصاب غذا قرار داره چرا میتونه با چه توانی امکانش براش وجود داره که با رسانه ها مصاحبه کنه جلوی دوربین قرار بگیره در اسپیس های تویتری بیاد مصاحبه کنه و اینقدر از سلامت جسمانی خودش مطمئن باشه که برای روز شست و شیشم اعتصابش فراخان بده و شما هموطن گیج از فراخانش حمایت کنید اشتباه نکنید من آرزوی سلامتی و بهبودی برای ایشون دارم اما ایشون با پنهان کردن ختمش سیاسیش منو شدیدن یاد آقای اسمایلیو میندازه که از یک دادخواه به یک فعال سیاسی و یک آلترناتیو برای ریاست جمهوری تبدیل شدن شخصیت سازی از افراد بینام و نشان یکی دیگر از حربه های به انحراف کشیدن انقلاب ملی مردم ایران هستش پس بنابراین ازتون خواهش میکنم هشتگ من هم فریب نمیخورم و من هم همکاری نمیکنم رو پایین پستاتون اضافه کنید پاینده ایران تا ابد جاوید رضاشاه دوم پهلوی سوم